بریم سوال سراغ ایمیل بعدی. ایمیل جالبی براتون میخونم. نوشتن با سلام و خسته نباشید به خانم میترای بابک گل. یه دنیا ممنون که ایمیلمو جواب دادید. وقتی چشم من سوالمو به طور خلاصه از طریق ایمیل از شما میپرسم و با گوش دادن به برنامه رادیو امید ایران فردا سه‌شنبه همونطور که فرمودید بدون ذکر نام لطفاً خلاصه هم که شده جوابمو محبت کنین بگین ممنون میشم. من 26 سالمه، 2 ماهه که ازدواج کردم ولی با خانواده همسرم یعنی پدر شوهر و مادر شوهرم زندگی میکنم. شوهرم رو با 3 سال شناخت انتخاب کردم و دوستش دارم، اما الان که دارم باهاش زندگی میکنم همش به توانایی خودم شک میکنم، چون ایشون دوست داره من خیلی منظم و دقیق و جدی باشم، اما من چون با شرایط فعلی هنوز سازگاری پیدا نکردم نمیتونم هیچ چیز رو مدیریت کنم. یه سری مشکلات زنان هم برام پیش اومده که اعتماد به نفسم رو از دست دادم. من و همسرم چون برای ادامه تحصیل فکر رفتن از ایران هستیم و نمیخوایم هزینه و وقتی برای مستقل شدن یا جدا شدن از خانواده همسرم از دست بدیم، فعلا توی یک اتاق کوچک زندگی میکنیم. من پدرم رو 17 سال پیش از دست دادم و مادرم و برادر بزرگم منو به سختی و با ملایمت بزرگ کردن، طوری که خیلی احساسی و لطیف هستم، زود دلم میشکنه. همین الان که دارم براتون مینویسم اشکم در اومده، آخه چون مادر و برادرم با ازدواجم مخالف بودن به دلیل شرایط همسرم که دانشجوه. الان من هیچ کس رو ندارم که باهاش درد دل کنم، چون دوست خوب و دلسوز و دانایی ندارم. از طرفی خانواده‌ام اگر فقط یه ذره باهاشون درد دل کنم منو بر میگردونن، چون فوق‌العاده نگرانم هستن. فقط خدا رو شکر که یه شهر دیگه هستن و نمیتونن هر روز بیان که با تفاوت فرهنگی که داریم ما رو دچار مشکل کنن، هرچند دلم براشون از دور میتپه. من و شوهرم هر دو دانشجوی ارشدیم و داریم روی پایان ناممون کار میکنیم. همسرم به خاطر شرایط مملکت و جامعه و فشار درسی طاقت شنیدن درد و دلهای منو نداره و همش به من میگه رو خودت کار کن که از این قوی تر بشی. همسرم 33 سالشه و همش سعی میکنه منو از احساس به سمت منطق ببره، ولی من نمیتونم. همه احساساتم رو قورت میدم، دارم خفه میشم، اما تو خودم میریزم، چون فقط توی یک اتاق زندگی میکنم که فقط یک نفر هست که دوست داره من قوی باشم و خودم و احساسم و یا دیوونه بازیامو کنترل کنم. میدونم زیاد حرف زدم، منو ببخشید، ولی راهی پیدا نمیکنم. همش دنبال تخلیه خودم هستم، ورزش میکنم، با مرغ عشقام حرف میزنم، میرقصم، اما خالی نمیشم. دوست دارم حرف بزنم. از نشستم پای لپتاپ و زندگی ماشینی و پر از نقاب خسته شدم. دوست دارم خودم باشم، رها باشم. من الان وقت نقاشی ندارم، ولی امیدوارم دفاع که کردم بتونم با نقاشی یا شعر گفتن خالی بشم. فکر کنم منظورشون از دفاع کردن دفاع از پایان نامشون باشه. به من کمک کنید خانم بابک، تو رو خدا یک راهنمای کوچیک که از این دردهای چرخشی روان تنی نجات پیدا کنم. مشاور هم رفتم، اما فقط گذاشتم و مشکلاتم رو کالبد شکافی کرد و چاره‌ای به من نگفت. همسرم میگه آرام بخش بخور، چون خودشم همیشه دچار پانیک میشه و دائم داره قرص آرام بخش میخوره، اما من با قرص آروم نمیشم، فقط کرخت میشم و میرم تو دنیای خودم یا پناه به خواب میبرم، انگار که شکل مرگ میشم. امیدوارم پیاممو بخونید خانم گل، اگر نخوندی فدای یه تار از اون موهای خوشگلتون. نه خیلی پیامت هم خوندی و اصلا فدای یه تارمون نیست. عزیز گلم بزرگ شو، خانم 26 ساله هستی، داری پایان‌نامه‌ت رو روش کار میکنی به همراه همسر دانشجود. وقت ازدواجت نبود، یه دختر ناز پرورده‌ای هستی که پوست روانی بسیار نازکه و اصلا کالای ازدواج نبودی. یه بابای دوم میخواستی که همسرت بود و هست که پیدا بشه نازتو بکشه. حالا این همسر تو خودش درس داره شدیدن، وضع مالیش اصلا خوب نیست و بعدش هم هدف دارین که بیاین خارج از ایران.
و خودش هم استراب داره، داره داروی آرام بخش میخوره. تو از یه آدمی که دست و پا شکسته است، توانایی راه رفتن نداره، بهش میگی من رکولت بگیر. خیلی مهم. و این کیس امیدوارم دیگران که گوش میکنن خیلی با دقت گوش کنن و نگاه کنن و ببینن که چقدر دردناکه وقتی من کالای ازدواج نیستم، به دنبال اون فرشته نجاتم میگردم که یکی دیگه به پیدا بشه منو خوشحال بکنه، منو شاد بکنه. این همسر تو کوشش خودشو میکنه. دلیل اینه که آقای منطق شده برای تو به خاطر اینکه تو خیلی عاطفی به قضايا نگاه میکنی، منطقی به قضايا نگاه نمیکنی. مثل یه خانم 26 ساله به زندگی نگاه نمیکنی، مثل یه دختر 6 ساله و یا 16 ساله به مسائل زندگی نگاه میکنی و به الان current life یا زندگی حالت داری نگاه میکنی. یه اتاق با پدر مادرش گرفتی ولی اصلا از حرفی از پدر مادرش به ما نزدی که اصلا تو با اون پدر مادر رابطت چجوریه، با این پدر شوهر مادر شوهر چی کار داری میکنی، با این پدر شوهر و مادر شوهره و چجوری داری اصلا رابطه‌ای که تو با اونا برقرار کردی به چه صورته. خیلی ما اونا رو ندیده دیدیم، من اونا رو ندیده دیدم تو زندگی. چقدر دارن به شماها کمک میکنن، چقدر دارن سعی میکنن که همکاری و همیاری بکنن با شما، اینا رو اصلا از تو صدای تو ما نشنیدیم. ولی همه تمام تمرکزت و فکرت اینه که همسرت باید تو رو خوشحال بکنه و تو اون یه دونه اتاق تنهایی. تو پایان نامه داری می‌نویسی همونطور که گفتی، تمام انرژی تو الان تو همون یه دونه اتاق. ببین عزیزم، تو قصرم داشته باشی، انسان اگر تو قصرم زندگی بکنه، اگر احساس خوشحالی نمی‌کنه، خوشحال نیست، خوشبخت نیست، مثل پرنسس دایانا. الان تو اون یه دونه اتاق، اون یه دونه اتاقی که بسیار موقتیه برای تو، کاملا موقتیه، شما هدف داری، میخواین از کشور خارج بشین، پس مراقب باش. این یه دونه، این اتاق کوچولوی خودتو اهمیت بده بهش، ارزش براش قائل بشو، رنگیش کن، انقدر بیرنگش نکن برای خودت، انقدر سخت نگیر، انقدر قفس نبین. با پدر شوهر مادر شوهرت نزدیکتر بشو، سعی کن یه ارتباط خوب با اونا برقرار بکنی که ابتدای ازدواجته، سعی کن احساس بکنن که یه بچه دیگه اضافه شده به این زندگی، یه دختر دارن الان، نه اینکه یه دختر بچه یه لوس که حالا بعد پرده ممکنه این احساس بهشون دست بده که بچه‌مون بدبخت شد، این اصلا نمیتونه خودش هم جمع بکنه. این ناتوانی بیش از حدی که تو داری از خودت نشون میدی، نهایت بی‌حرمتیه به تو عزیزم. این اصلا درست نیستش که تو این سن بخوای با ابتدای ازدواجت اینجوری نشون بدی خودتو، چون بعدن در آینده ممکنه که همین انگا بعدن از طرف خانواده خودت و یا همسرت به تو زده بشه. پس هدف تو الان بذار برای زندگی. تو تصمیم گرفتی ازدواج کنی، وقت ازدواج نبود، زمان ازدواج نبود، خانوادت هم موافق نبودن با این ازدواج به خاطر اینکه مسئله مالیشون ایشون درست نبود. خب از این نظر درست گفتن، ولی به نظر میاد همسر خیلی خوبی داری، به نظر میاد پدر شوهر و مادر شوهرت هم خوبن، چون اگه بد بودن حتما تو این ایمیل چیزی ما ازشون میشنیدیم، ولی خوشبختانه چیزی در موردشون ننوشتی. پس اگرم اونا هم خوبن فبها، به همسرت انرژی بده، انقدر انرژی رو ازش نگی. اون تو تازه داری باعث میشه که اون بیشتر استراب بگیره، بیشتر به قرصای آرام بخش پناه ببره و بعد تو باید فرد و بهاشو بدی عزیزم. تو احتیاج داری به یه مرد قدرتمند و توانا و ایشون هم احتیاج داره به یه زن توانا و نه دختر بچه ناتوان. اینا خیلی مسائل جدیه که تو باید از همین امشب، امروز، هر لحظه ای که صدای ما رو میشنوی واقعا بشین با خودت تصمیم بگیر. ببین تو میترسی به خانوادت بگی، حتی فکر میکنی که دنیا به آخر رسیده، تو چقدر بدبختی. تو اصلا بدبخت نیستی، شاید یه شوهر خیلی خیلی خوب داری ولی متاسفانه هنوز نمیدونی چی داری و داری از دستش میدی. به مدل‌های مختلف ممکن از دستش بده. اگه کیس قبلی رو گوش کنی، کیس اولی رو که
آقای بورمن شما خوندین، همسر رو کم کم میتونی خستش بکنی و از خودت دور بکنی. بله. با دست خودت داری این کارو میکنی، خیلی داری کوشش میکنی بپری بالا پایین، بهش برخصی، با مرغ عشق صحبت کنی، خوبه، این کارا خیلی خوبه، ولی از اتاقت بیا بیرون، با مادر شوهر پدر شوهرت ارتباط سالم برقرار بکن، غذا بپز، خانم بودن تو به سنت رفتار بکن، خانم بودن تو نشون بده، بذار همسرت و خانواده شوهرت و خودت و خانواده خودت احساس بکنن که چه عروسی و چه دختری تحویل دادن و چه عروسی اونا در کنارشون هست، نه اینکه همشون رو بلرزونی و خودت هم انقدر داری میلرزی و میترسی که حتی خانوادت ندونن، ناراحت میشن. خانواده تو از ناتوانی تو آف کورس حتما ناراحت میشن، ولی تو خودت داری خودتو بی حرمتتر و ناتوانتر میکنی. یکی از دلایل اصلیش هم پوست روانی نازکته، همونطور که نوشته بودی، چون تو رو خیلی ناز پرورده کردن، اینجا الان تو گیر افتادی. قابل توجه همه شنوندگان ما، لطفاً بچه هاتون رو ناز پرورده نکنید، توی پنبه بزرگ نکنید، به موقع باید مسئولیت های مختلف به فرزند داده بشه تا احساس مرد بودن و زن بودنشون رو تو سن بلوغشون داشته باشن. اینجاست که اون وقت اینجوری باید بها خودشون بدن به زندگی خودشون. خب این یه پرانتز بود، برگردیم سراغ خودت عزیزم. زندگی رو خیلی داری سخت میگیری، خودت رو خیلی قربانی کردی، برنامه تلویزیون دیروز رو الان گذاشتن رو وبسایت من و تو، برو یه نگاهی بکن، اون مثلث قربانی رو نگاه کن، خودت رو بیش از حد قربانی داری میبینی. هیچ کسی هم آزاردهنده تو نیست، هیچ کسی، فعلا کسی تو رو آزار نمیده، ولی خودت رو خیلی قربانی کردی برای، به نظر میاد طبق صحبتهای تو ایمیلت، for nothing، برای هیچی. ناجیت هم که همسرته داره تلاشش رو میکنه، ولی به نظر تو میاد که کافی نیست. تو چی دیگه بیشتر از این از همسرت میخوای؟ همسرت دقیقا درست میگه، تو برای چی نشستی تو خونه با مرغ عشقت حرف میزنی، یا با کامپیوترت، یا پایان قسمت پایان نامت آف کورس حتما بشین رو اون تمرکز داشته باش، ولی یه کار چی میگن به فارسی، پارت تایم، چند روزه پیدا بکن کار پارت تایم، شروع کن کار کردن، اینکام درآمد این خونه رو بیشتر کن عزیزم. همسر تو یه دانشجوه، درآمد نداره، تو الان باید پا به پاش همکاری بکنی، قرن 21 هم پاش داری درس میخونی، هم پاش هم باید کار بکنی، حقوق دانشجویی کافی نیستش که شما، تو باید خودت هم کمک کنی، یه کار پارتان پیدا بکن، هر چی باشه. افتخار داره انسان وقتی از بازوی خودش و فکر خودش کار میکنه، حتی کلینینگ یا تمیز کردن خونه یا آفیس یا دفتر، هر چیزی، افتخار باید انسان بکنه که رو پای خودشه و داره همکاری میکنه برای بهتر شدن آیندهش. تو به جای اینکه همکاری کنی برای زندگی آیندهت، برای بهتر شدن آیندهت، هی چوب میذاری لای چرخ، همسرت رو داری مضطرب‌تر و افسرده‌ترش میکنی و ناتوان‌ترش، و هی سنگ میندازی برای این رودخونه‌ای که تازه حرکت کرد. این رودخونه باید به دریا و اقیانوس برسه، ولی تو داری تبدیلش میکنی به جوب و بعد تبدیلش داری میکنی به مرداب. به هیچ جا نمیرسی عزیزم، جز این که کوالیتیا و ارزشهای خودت رو داری کمرنگتر و کمتر میکنی. بس از همین لحظه که صدای منو میشنوی، یه تصمیم جدی برای خودت بگیر، خودت رو از دنیای قربانی بودن بیا بیرون. یادمون باشه، یادت باشه، به عنوان یه بانوی بالغ، به عنوان یه انسان بالغ یا مرد بالغ، زمانی که من بالغم و خودم رو تو دنیای قربانی و اون کورنر و یا زاویه قربانی نگه دارم، بزرگترین خائن خودم. پس از نقش قربانی بودن، رول قربانی بودن بیا بیرون، یه تصمیم خیلی خوب بگیر، همسرت هم که میبینیش بشین باهاش صحبت بکن، بعدش هم این لینک رو براش بذار گوش کنه و شروع کن همکاری کردن به همسرت. و خودت بعد ناجی خودت بشی، در کنار همسرت شما نه قربانی هستین، ولی در کنار همسرت همیار همسرت میشی و همسرت ناجی تو نباید بشی. اگر برای خودت حرمت و احترام قائلی، اگر میخوای یه زندگی خوبی رو تشکیل بدی در آینده. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه امشب خانم بابک، آرزوی هفته خوبی براتون دارم، تا سه شنبه دیگر و برنامه دیگر با شما عزیز. حتما سه شنبه دیگر شما و همه عزیزانو میسپارم به
هر چیزی که خودشون دوست میدارن. سپاسگزارم. شاد باشید. خدا نگهدار. قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس با میترا بابک.